ساعت 10 شب به وقت تهران، بیننده یک بخش خبری از استدیو اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با ادامه شادی مخالفان جمهوری اسلامی از مرگ ابراهیم رئیسی، شبکه جهانی زن زندگی آزادی تاکید کرد قاتلان فرزندان ایران را نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزارش دادبان از عملکرد ماموران گشت ارشاد پس از بازداشت زنان، با خانواده‌های بازداشت شدگان تماس می‌گیرند و آنها را در معرض ترس و فشار روانی قرار می‌دهند. و گزارش رویترز از اختلاف آمریکا و اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران، اروپا می‌خواهد علیه عملکرد هسته‌ای جمهوری اسلامی بیانیه صادر کند، واشنگتن مخالف است. شبکه جهانی زن زندگی آزادی شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری زنان و جوانان اعلام کرد قاتلان فرزندان ایران را نمی‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم. این گروه با اشاره به حضور ابراهیم رئیسی در هیئت مرگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 و نقش رئیسی در کشتار و سرکوب‌های سال‌های اخیر نوشته، شادمانی جامعه نشان از بیزاری و خشم مردم در برابر آدمکشان رژیم دارد. این شبکه جهانی در بیانیه خود تاکید کرد راه رسیدن به عدالت و آزادی برای ایران ادامه دارد. همزمان بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از دانشجویانی که در شبکه‌های اجتماعی با مرگ رئیسی به طنز برخورد و ابراز خوشحالی کردند، به کمیته انضباطی احضار و یا پیامکی مبنی بر رعایت نکردن موازین دانشگاه دریافت کردند. دانشجویان متحد پیامی که حراست دانشگاه بهشتی در آن دانشجویان را تلویحاً تهدید کرده منتشر کرد. به گفته فعالان دانشجویی مشخص نیست چه تعدادی از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان و فعال حقوق بشر از تورنتو همراه ما هستند. در بیانیه شبکه جهانی زن زندگی آزادی به چه نکات برجسته‌ای پرداخته شده خانم پورزند؟ من فکر می‌کنم که این بیانیه از اهمیت خاصی برخوردار هست، به ویژه اینکه در این فضای پروپاگندای حکومتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای مصارف داخلی و خارجیش که اعلام کنه، در واقع محبوب هست هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، کشورهای مختلف و سرانشون در واقع همچنان دوست و وفادار به جمهوری اسلامی هستن، این بیانیه صدای مردم ایران، دادخواهان، جامعه مدنی و نهادهای مدنی ایران هستش. و نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت هست، بحث دادخواهی هست که در اون مطرح شده و اینکه درست هست که از مرگ یک جانی که جانی هزاران هزار ایرانی بوده و هستش در این سیستم جمهوری اسلامی، در واقع درسته که در این مرگ ما غم نداریم، ولی این انتهای راه ما نیست و در نهایت دادخواهی هست که ما رو به عدالت در واقع میرسونه و دادخواهی از جوانان و جانهایی که از بین رفته و رئیسی یکی از ارکانهای این سرکوبها و اعدامها و کشتارها بوده، نه فقط عامل بلکه از عاملین بوده، چون که همیشه در سمتهای مهم حکومتی بوده و یکی از عامران این جنایتهای مختلف از سال 60 تا کنون بوده. خانم پورزند، چند روز از مرگ ابراهیم رئیسی گذشته و شاهدیم که شادی مردم از یک طرف ادامه داره و از سمت دیگه احضار و بازداشت فعالان هم. ارزیابی شما از این روند چه هستش؟ ببینید، مرگ رئیسی انتهای جمهوری اسلامی نیستش. بنابراین جمهوری اسلامی به همون زبانی داره با مردم کشور حرف میزنه، مردم ایران حرف میزنه که در 45 سال گذشته حرف زده و اون زبان سرکوب و دستگیری و تهدید و اعدام و کشتار هستش در واقع. ولی ببینید، با برخورد جمهوری اسلامی در این مورد و پروپاگندای ادامه رسانه‌ای که درست کرده و حجم خبری که بیرون میده، در واقع
نشون دهنده ضعفش هست، از اینکه میخواد در واقع چیزی رو منعکس کنه به دنیا که در دو سال گذشته به خصوص خلافش ثابت شده به دنیا که جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی در زندگی مردم ایران نداره و مردم ایران از اون عبور کردن و جمهوری اسلامی الان این فرصت رو مغتنم شمرده که با چنگ و دندان در واقع این سناریو رو تغییر بده و برای این از همه ابزارش داره استفاده میکنه برای سرکوب مجدد. بله، ممنونم از شما لیلی پرزند، کارشناس مسائل زنان و فعال حقوق بشر که از تورنتو همراه ما بودید. و حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. بنابر گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر هرانا، مریم دولت‌آبادی ساکن سبزوار که در پی انتشار مطالبی در رابطه با سقوط بالگرد حامل رئیسی بازداشت شده بود، به رغم گذشت 3 روز کماکان در بازداشت به سر می‌برد و خانواده او از وضعیتش بی اطلاع هستند. اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی خبر داد بیش از 100,000 نفر از مهاجرین افغانستانی در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی در مشهد شرکت کردند. بنابر گزارش ها مهاجران افغانستانی مقیم تهران و قم هم مراسمی برای بزرگداشت رئیسی برگزار می کنند. مرضیه مؤمنی از فعالان مخالف حجاب اجباری روز پنجشنبه در مشهد بازداشت شد. به نوشته وبسایت حقوق بشری هنگا، مرضیه مؤمنی به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری در یکی از ورودی‌های حرم امام هشتم شیعیان بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شد. پیشتر ویدئویی از حضور بدون حجاب او در مجتمع قضایی بهشتی تهران منتشر و محل کار این کارشناس مامایی پلم و حساب‌های بانکی‌اش بسته شده بود. دادبان مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران در گزارشی اعلام کرد ماموران گشت ارشاد پس از بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری با تهدید یا فریب آنها را مجبور کرده با خانواده تماس گرفته یا امضا دهند که تصویر بدون حجاب آنها صحت دارد. به گفته این زنان، ماموران آنها را مجبور می‌کنند با خانواده‌ها تماس بگیرند و میانه مکالمه تلفن را در حالت بدون صدا قرار می‌دهند تا خانواده‌ها را در معرض نگرانی و فشار روانی قرار دهند. همچنین زنان را مجبور کرده تصویر بدون حجابی که از آنها گرفته شده را با امضا تایید کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، به عنوان یک حقوقدان و از منظر حقوقی، نظرتون در خصوص رفتار ماموران گشت ارشاد با افراد بازداشتی و خانواده های اونها چه هستش؟ متاسفانه تمام اتفاقاتی که داره انجام میشه خلاف اصول قانون مجازات اسلامی و قانون عدسی کیفریه. منطقه بذارین یک به یک تقریبا به چند تاش اشاره بکنیم که چرا؟ یکی از موضوعاتی که در قانون عدسی کیفری ایران به روشنی بهش اشاره شده از حقوق فرد متهم و حقوق فرد بازداشتیه. همین ابتدای صحبت باید اشاره بکنیم که زمانی که کسی بازداشت میشه در واقع اتهامی به اون نسبت داده میشه، بنابراین این فرد محکوم نیست و هنوز به پروسه قضایی نرفته تا حکمی حتی علیه اون بخواد به اصطلاح حکمی صادر بشه. بنابراین در این رابطه قانون اشاره کرده که فردی که بازداشت میشه اول از همه باید بدونه مثلا به چه دلیلی بازداشت شده، دلایل بازداشت رو به صراحت بهش بیان کنن، حق تماس با خانواده داره، همینطور که در واقع منتها نه حق تماسی از این جهت که میانه اون بخواد تلفن قطع بشه و یا بخواد باعث آزار و اذیت بشه. قانونگذار مخصوصا اشاره کرده که حق تماس با خانواده و اطلاع داره برای اینکه به هر حال افراد دیگه اطراف اون فرد بدونن که این فرد کجا داره بازداشت میشه و در چه وضعیتیه. حتی جالبه که بهتون بگم که در این قانون مجددا به صراحت اعلام شده که فرد خب حق دسترسی به وکیل داره، حتی حق به اصطلاح درخواست معاینه پزشکی هم داره. یعنی به صراحت حقوق فرد بازداشت شده، حقوق فرد متهم در قانون به صراحت عنوان شده. اتفاقاتی که الان داره میفته هر کدام یک به یک میتونه از منظر حقوق کیفری جرم باشه و افرادی که این رو دارن در واقع فشار وارد میکنن به فرد بازداشتی میتونن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. یعنی اگر افراد بتونن بیان از به اصطلاح از اون محیط بازداشتگاه بیرون یا به هر ترتیبی دسترسی به وکیلی داشته باشن، اگر بتونن در واقع مدارک و مستندات خودشون رو جمع‌آوری بکنن، نسبت به این مسائل میتونن طرح شکایت بکنن. ولی همونطور که اشاره کردم خلاف نص صریح قانون عدسی کیفری در ایران هستش.
بله، سپاس از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق که از شیکاگو همراه ما بودید. مرسی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با ادامه شادی مخالفان جمهوری اسلامی از مرگ ابراهیم رئیسی، شبکه جهانی زن زندگی آزادی تاکید کرد قاتلان فرزندان ایران را نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزارش دادبان از عملکرد ماموران گشت ارشاد پس از بازداشت زنان. با خانواده‌های بازداشت شدگان تماس می‌گیرند و آنها را در معرض ترس و فشار روانی قرار می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید آمریکا و قدرت‌های اروپایی بر سر رویکردشان در قبال پرونده هسته‌ای ایران اختلاف نظر دارند. به گفته این دیپلمات‌ها کمتر از یک ماه مانده به نشست شورای حکام هنوز رویکرد واحدی میان سه قدرت اروپایی و آمریکا درباره برخورد با جمهوری اسلامی ایجاد نشده. طرف‌های اروپایی مایل به صدور بیانیه علیه عملکرد هسته‌ای جمهوری اسلامی‌اند و آمریکا با این کار مخالف است. و در همین ارتباط سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید همراه ما هستش. سمیرا، رویترز از قول این دیپلمات ها چی میگه و چه اختلافاتی وجود داره؟ رکسانا، چیز زیادی باقی نمونده، 10 روز حدوداً باقی مانده تا نشست بعدی شورای حکام و اوایل هفته‌ای که پیش رو داریم هم گزارش فصلی آژانس منتشر خواهد شد. غالباً وقتی اینقدر فاصله کمی مانده تا نشست شورای حکام، کشورهای اروپایی، سه کشور اصلی طرف برجام و ایالات متحده به یک رویکرد واحد می‌رسیدند که آیا قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کنند، نکنند، چه بکنند با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. ولی الان شاهدش هستیم، بر اساس اون چیزی که رویترز داره به نقل از مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه اتحادیه اروپا و اروپا میگه، اینکه رویکرد واحد وجود نداره و اون چیزی که سه کشور اروپایی در سر دارند در رابطه با جمهوری اسلامی، ایالات متحده باهاش مخالف است. بر اساس چیزی که رویترز داره اعلام می‌کنه، حتی سه کشور اروپایی طرف برجام پیشنویس یک قطعنامه رو هم آماده کردند علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. کاری که جمهوری اسلامی در 3 سال گذشته انجام داده اینه که اورانیوم رو در سطح 60% غنی‌سازی کرده بدون ارائه هیچ توضیحی. 3 ساله که این کار رو داره انجام میده و در ماه اسفند در نشست قبلی شورای حکام هم بیانیه علیه جمهوری اسلامی قطعنامه‌ای صادر نشد. 18 ماه داره میگذره از آخرین باری که یک قطعنامه آمده و این سه کشور اروپایی به دنبال این هستند که یک خطنامه حداقل در سطح متن، در سطح کلام علیه اقدامات جمهوری اسلامی صادر بکنند، ولی ایالات متحده با این اتفاق مخالف است. مقام‌های اروپایی میگند که اون چیزی که داره جلوی ایالات متحده رو میگیره انتخابات ریاست جمهوری که امسال اینجا برگزار خواهد شد. خود دیپلمات‌های آمریکایی میگند که ما نمی‌خوایم به جمهوری اسلامی بهانه بدیم، اگر یک خطنامه صادر بکنیم جمهوری اسلامی از سر لج اقدامات بیشتری انجام بده و منطقه در حال حاضر در حال تنش هست، در بحران هست، در بحبوحه تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم و ایالات متحده فکر میکنه اگر یک قطعنامه صادر بکنه جمهوری اسلامی بدتر خواهد کرد. این اختلافاتیه که در حال حاضر وجود داره. نکته مهم این هست که این سه کشور اروپایی قطعنامه رو، یک پیشنویسش رو مهیا کردند. ایالات متحده تا اینجا حاضر نیست که این قطعنامه رو بخواد به کشورهای عضو دیگر بدن. 35 عضو داره شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و باید دید که بر اساس اون گزارش فصلی آژانس که چند روز دیگه منتشر خواهد شد و غالبا قطعنامه ها به اون گزارش ارجاع میدند، آیا این پیشنویس بدل به یک قطعنامه نهایی خواهد شد، به دست بقیه اعضا خواهد رسید؟ دیپلمات های اروپایی میگند که فارغ از مخالفت های ایالات متحده میخوان که این قطعنامه رو پیش ببرند. باید دید که بقیه اعضا به رغم مخالفت ایالات متحده پشت سه کشور اروپایی خواهند ایستاد یا نه. از طرفی هم میدونیم که جمهوری اسلامی با آژانس گفته که تا زمانی که جانشین ابراهیم رئیسی تعیین نشه هیچ گونه گفتگوی تکنیکی با آژانس نخواهد داشت و همه چیز همچنان معلق مانده تا ببینیم که جانشین رئیسی چه کسی خواهد شد، آیا ایالات متحده با سه کشور اروپایی همسو خواهد شد، آیا قطعنامه خواهد آمد یا نه. همه اینها تا 10 روز آینده تکلیفش معلوم میشه.
بله، ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی. و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی، در شبکه اجتماعی ایکس از تمایل مشترک کشورهای خلیج فارس و ایران برای کاهش تنش‌ها در منطقه و توسعه روابط نوشته. او با اشاره به حضور گسترده مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس در تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و ابراز نظرهای سازنده دو جانبه درباره سیاست‌های حسن همجواری نوشت، این فرصتی تاریخی است و باید با استفاده از آن برای برای خدمت به ثبات و شکوفایی منطقه پیش رفت. سازمان ملل میگوید منطقه دارفور سودان در معرض خطر نسل‌کشی است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل تشدید خشونت در دارفور را ترسناک خواند و گفت این هفته با فرماندهان هر دو طرف درگیر گفتگو کرده و هشدار داده که این منطقه در معرض یک فاجعه انسانی قرار دارد. به گفته کارشناسان سازمان ملل، منطقه الفاشر با بیش از 1,800,000 نفر در معرض خطر قحطی وجود دارد و درگیری نظامیان در این منطقه عواقب انسانی فاجعه باری را در پی خواهد داشت. ایلان ماسک میگوید احتمالاً در آینده هوش مصنوعی تمام مشاغل را از بشر خواهد گرفت، اما این الزاماً اتفاق بدی نیست. به گفته ماسک بشر احتمالاً تنها میتواند در صنعت سرگرمی کاری انتخاب کند، چرا که در زمینه‌های دیگر هوش مصنوعی و ربات‌ها هر کالا و خدماتی که لازم باشد را ارائه می‌دهند. این در حالی است که در سراسر جهان قانون‌گذاران، صاحبان صنایع و مصرف کنندگان هنوز در حال ارزیابی شیوه استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی هستند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفارت اسرائیل، گفت که نخست وزیر اسرائیل به زودی در نشست مشترک کنگره سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی که هنوز تاریخ دقیق آن روشن نیست، در بحبوحه تنش‌ها میان اسرائیل و جو بایدن صورت می‌گیرد. بایدن پیشتر برای جلوگیری از کشتار انبوه در منطقه رفح در صورت عملیات نظامی گسترده، ارسال یک محموله نظامی به اسرائیل را متوقف کرده بود. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا همراه ما هستش. آرش، جزئیات این خبر را از تو بشنویم. ببین، یک دعوای سیاسی به نظر میاد باشد بین دموکرات ها و جمهوری خواهان. همونجور که شما اشاره کردید، دولت بایدن مدت هاست که تنش وجود دارد بین دولتش و دولت نتانیاهو. از زمانی که آقای بایدن به روی کار آمد تا حالا فقط یک بار نخست وزیر اسرائیل رو دعوت کرد رسم کاخ سفید، در حالی که میگویند که اسرائیلی که از متحدین اصلی آمریکا هست. با این حال مخصوصا پس از حمله 7 اکتبر و بعد هم الان با شکاف‌هایی که بین دو دولت به وجود آمده است بر سر اینکه چگونه در غزه پیشروی کنند، چگونه حماس رو مدیریت کنند، چگونه بعد از اینکه حماس از بین رفت چه اتفاقی خواهد افتاد. به نظر میاد دولت نتانیاهو و بایدن کاملا با هم اختلافات عمیقی دارند در این زمینه. ضمن اینکه فشارها بر دموکرات‌ها بیشتر می‌شود، در طول چند مدت دیده این دانشگاه‌های آمریکا پر است از تظاهرات بر علیه اسرائیل، تظاهرات ضد اسرائیلی که بعضاً به تظاهرات ضد یهود ستیزی در واقع تبدیل می شود، توهین‌هایی که به یهودی ها انجام می دهند در بعضی از این تظاهرات و فشارهایی که می آورند به دموکرات ها برای اینکه هرچه زودتر جلوی جنگ رو بگیرند، آتش بس فوری به وجود بیاورند یا حداقل جلوی کمک های آمریکا به اسرائیل رو سد بکنند. دولت بایدن ادعا میکند که یکی از متحدین اصلی اسرائیل است و میگوید یکی از بهترین متحدین اسرائیل بوده است در بین چندین و چند رئیس جمهوری دیگر آمریکا، و این واقعیت دارد که قبلا هم رؤسای جمهوری دیگر آمریکا هم با اسرائیل وقتی که جنگ در میگرفت در منطقه اختلافهایی داشتند و بعضی هاشون حتی فشار وارد کردند به اسرائیل. اما الان بخش گنده ای از رای دهندگان دموکرات خواهان تغییر سیاست جدی دموکرات ها در قبال اسرائیل هستند، و اینو دموکرات ها در سخنانی هاشون به خصوص در کنگره می توانید ببینید. یادمون نره چاک شومر رهبر اکثریت سنا در ماه مارچ اومد اصلا در صحن علنی یک نطق چند دقیقه ای انجام داد، بنیامین نتانیاهو رو مانع اصلی به دسترسی به صلح عنوان کرد
و بعضی ها اینجا در حزب جمهوری خواه گفتن دموکرات ها میخوان دولت تعیین کنن در اسرائیل، این دخالت خارجی است در اسرائیل. و الان هم به نظر میاد که دعوتی که همونجور که شما گفتید آقای مایک جانسون رهبر اکثریت مجلس سنا انجام داد دیروز در طول مراسم روز استقلال اسرائیل در سفارت این کشور در واشنگتن دی سی، به نظر میاد یک سرمایه گذاری در این مسئله است، به خاطر که جمهوری خواه میخواهند نشان بدهند که هنوز پشت سر دولت اسرائیل هستند، پشت سر دولت نتانیاهو هستند، و به گفته اونها برخلاف دموکرات ها نمیخواهند در مسائل خارجی، در مسائل سیاست داخلی اسرائیل دخالت بکنند. و واسه همین به نظر میاد بیشتر یک شو تبلیغاتی و استراتژیک باشد برای جمهوری خواهان، بیش از اینکه بخواهند در واقع دستاورد خاصی از این سخنرانی به دست بیاورند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی که از کنگره آمریکا همراه ما بودی. روز جمعه در جشنواره فیلم کن جدیدترین اثر محمد رسولوف در بخش مسابقه اصلی با 21 فیلم دیگر به رقابت خواهد پرداخت. فیلم دانه درخت انجیر مقدس ساخته رسولوف یکی از کاندیداهای دریافت جایزه نخل طلایی در 77مین دوره این جشنواره است. رسولوف کارگردان شناخته شده ایران که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شده بود، پس از خروج از ایران در جشنواره فیلم کن شرکت کرد. و کیمیا قربانی از محل جشنواره کن با ما همراه شده. کیمیا برامون بیشتر از حال و هوای اونجا بگو. بله، خب امروز فیلم به نمایش درآمد. قبل از نمایش فیلم مراسم فرش قرمز برگزار شد با حضور خود آقای رسولوف، گلشیفته فراهانی و عوامل فیلم. و محمد رسولوف و گلشیفته فراهانی عکس سهیلا گلستانی و میثاق زاره رو که از بازیگران فیلم هستن که نتونستن بیان رو در دست داشتن. اما از فیلم بگم که روایتگر داستان یک زندگی یک خانواده‌ای هست که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته و رسولوف تلاش کرده که جامعه پرتنش و ناآرام ایران در آستانه قرن جدید رو از دریچه یک خانواده چهار نفره روایت بکنه. شخصیت مرد فیلم که به تازگی به یک مقام بالاتر در سیستم قضایی ارتقا پیدا کرده، برای جا افتادن در این پست جدید حالا باید بر بسیاری از چیزها پا بگذاره. و از سوی دیگه هم می‌بینیم که اعتراض‌های مربوط به مرگ ژینا امینی به واسطه دخترهای جوان در این خانواده وارد زندگی شخصی این خانواده شده و باعث بروز تعارضات و اختلافاتی در دل این خانواده میشه که حداقل ظاهرا تا قبل از این بینشون احترام و آرامش وجود داشته. محمد رسولوف در این فیلم از تصاویر آرشیوی که در زمان زن زندگی آزادی اتفاق افتاد استفاده کرده که خشونت حکومت جمهوری اسلامی علیه معترضین رو نشون میده و همچنین تصاویر مقاومت زنان و دخترانی که سعی کردن که با قوانین ارتجاعی در واقع مقابله بکنن. روایتگر مختصات زمانه ای هستش که در اون رسولوف فیلم ساخته. اما بگم که در پایان فیلم اتفاق کم سابقه ای افتاد که میگن حداقل در 10 سال گذشته این شدت از تشویق بعد از پایان فیلم به این شکل وجود نداشته. برای دقایق طولانی محمد رسولوف و عوامل فیلمش رو تشویق می‌کردن و در وقتی هم که خب این تشویق‌ها تموم شد، محمد رسولوف تشکر کرد از عوامل فیلم و همچنین آرزو کرد که بساط ظلم و استبداد هر چه زودتر در ایران از بین بره. و خب امروز آخرین روز و فیلم های جشنواره همه به نمایش در آمدن. فردا هم یک کنفرانس خبری هست برای همین فیلم دانه انجیر معابد که با حضور خود آقای رسولوف و عوامل هست که اونجا پرسش و پاسخهایی میشه انجام بشه. و در ساعات پایانی فردا بعد از ظهر هم که نتیجه این رقابت بین 22 فیلم اعلام میشه و خب حالا باید دید که منتقدین جوری نظرشون چی هست. اما خب این تشویق هایی که انجام شده امروز توسط تماشاگران در حالی که در حضور خود تری فریمو که حضور داشت خودش هم که خب مدیر فستیوال کن هستش، اتفاق مهم و قابل توجهی بود. اما میتونم اشاره بکنم که در این فیلم خب لحظات بسیاری برای مخاطب ایرانی اتفاق میفته که در وسط فیلم خب تشویق میکردن مثلا در طول فیلم و خب این هم اتفاق کم سابقه ای هستش که در فستیوال کن اتفاق بیفته.
کیمیا، امیدوارم که فردا خبرهای خوبی رو از تو بشنویم. ممنونم از تو که از محل جشنواره کن همراه ما بودی. در پایان این بخش خبری، تصاویر قدم زدن هنرمندان ایرانی در فرش قرمز جشنواره کن رو با هم ببینیم. محمد رسولوف، کارگردان سینما، به همراه دخترش باران و عوامل فیلم جانه زنجیر مقدس برای اکران این فیلم در بخش مسابقه 77th جشنواره فیلم کن بر روی فرش قرمز حضور یافتند. محمد رسولوف با در دست داشتن تصاویر سهیلا گلستانی و میثاق زاره، دو بازیگر این فیلم که نتوانستند در این جشنواره شرکت کنند، بر روی فرش قرمز حضور پیدا کرد. و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. رأس ساعت 12 به وقت تهران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.